چی با همیم بی بی میم ما با هم خورشید رو زمین من میرم جلو من میرم رو مین ولی تو فقط شاد باش فقط بمباش نکنی راست فاش کاش آره ای کاش زندگی فقط بالا و جلو بود سرازیری راحت و لوی تو گلو بود همیشه راه معلوم بود چای کنار و قن پهلوم بود من تو رو دوست دارم اگه میگی کلیش هست بیا جلو کار دارم نرو یکم آرومتر تو نرو مگه نمیبینی زمونه رو بری تک میکنم من همه رو تو رفیقم بودی نرو سوختیم تو رفاقه درشه داری قانون های نانوشته که رعایت نکنی زشته هستیم تا ابد پشته هم تو این راه دادیم کشته هم غم هم ماتم باتم این هست دوستاتم رفتم تو بیراه ملاقاتم حالا لسا بره بالا یک دو سه دیجی ببر بالا بیسه بوم آها دورمونو بکنیم ساخت و باخت گوش نکنی میدی تو اینجا باخت گوش کنی با کیفیت ایران ساخت نرو یکم آرومتر تو نرو مگه نمیبینی زمونه رو بری تک میکنم من همه رو تو رفیقم بودی نرو معرفت هزینه داده پرداخت گوش کن بهم با کیفیت ایران ساخت ساخت ایران ببین زدیم تلکون دیدم آقا شد آفی دستمان نه دستمان رو بده من نه بگیم برای گناه که نکردم خواستم دست یه مش جوون رو بگیرم تو این شرایط بد کار اشتغال زایی کنم بهشون کردیت بدم الان آدم بدی هم؟ نه خیلی من پولم میخوام آدم بدم؟ نه آقا دور از جون کاری که من میکنم در حقیقت وظیفه بانکاست تو این مملکت ولی شما خودت بهتر میدونی بانک با چه شرایطی با چه وضعیتی داره پول میده دست من آقا اصلا پولشون برکت نداره نه دوست من اصلا بحث این حرفا نیست بانک داره پول میده به یه عده که زورشون بیشتر از بقیه است. اون بدبختی که زور نداره چجوری باید پول بگیره پس؟ این همه جوون بیکار داریم که میخواد ازدواج کنه نمیتونه چرا؟ زن خوب گیر نمیاد. نه. جایزه ندارن. نه. آقاش نمیذاره. ایول. نه برادر من چون درآمدی نداره. درآمد نه. اگه اشتباه میکنم بلندش محکم بزن تو دهن من. ها دستتو ببوسم بابا کاری ندارم. خواهش میکنم. دستتو بخواد ماچ کنی کاری نداره. شما خیلی هم بزرگواری آقا. همین که به پلیس زنگ نزدی دمت گرم. برادر من اصلا هیچ منتی نیست
هر آدم فهمیده‌ای دیگه هم بود جای من همین کارو می‌کرد. بانک الان چیکار می‌کنه؟ شما دو تا قسط عقب می‌افته، بانک با چیکار می‌کنه؟ اس ام اس میده. آ نه بابا اینو نمیگه. پدر صاحب بچه رو در میاره. بگذریم از این صحبت‌ها و زلی. شما که انسان فهمیده و بزرگواری هستی، این دخترم زبون بسته که گناهی نکرده که. من خودم متخصص اکتشافات و حمل و نقل زیردریایی هستم. همه اون زیرو گشتم، هیچی نبود. ششم شد آبشوش، چیزی گیر نیامد. شما آقای کوچیکی شما غلامم. شما که آقای اسمتون غلام اسممه، غلام حسینم. مستر غلام، اصلا از کجا بدونم جنسی تو کار بوده؟ از کجا بدونم نقشه‌ای تو کارش نیست؟ نه اعتماد کنیم بهش. من خیلی بهش اعتماد دارم. فوق العاده دختر خوب و خانم و با وجاهتیه. آقا شما منو بیشتر قبول داری دیگه. من اعتماد دارم. من دیگه بهش اعتمادی ندارم. من فقط پولمو میخوام. تو هر محکمه‌ای هم که بریم حقو به من میدن. الانم زودتر دمنوشتونو بخوریم. بریم با هر زبونی که بلده باهاش صحبت کنیم، بهش بگیم بیاد بدهیشو بده. وگرنه حل اون دیگه باقیش با منه. تمام تمام. آقا فقط چای ماشاءالله نداشی نه؟ ماشاءالله. ماشاءالله که ماشاءالله ماشاءالله است ماشاءالله. بپوش بیاری. پاییز داغ زدی. تمام یه موز برداشت. چی شد؟ با خشونت کامل حلش کردیم. چی حل کردیم؟ چی میگی تو؟ ماجرا حل شدنی بود. اصلا خیلی آدم منطقی بود، برا بود. حرف ما رو گوش داد. دمنوش آوردن، ماسالا نداشت ولی آروممون کرد. خیلی تعبیل بود. با ما حال می‌کرد. زبون زلی فقط واسه من چرب نبود، شما هم خام کرد. دو تایی رفتین اون بالا نگاش کردیم بر اومدیم پایین هیچ کاری هم نکردیم. هیچ کاری. همه کار کردیم بهش بگو. تو یه دست یه پاره ایبول آوردی؟ یه دست یه پاره شگرد امام علی حبیبی بود. یکی از فنون ناب کشته شما دارم توضیح میگم الان بهش. شما مثلا ببین اینو اگه توی سالن هفته تیر می‌زدم 10000 نفر به وجد میومد. پات رو پام نمی‌فهمی؟ نه به خشونت. اونا اول شروع کردن. بابا نه، اول که من تو رو آرو زدم تو صورت یارو، بعد رفتم دکورشون رو بهم زدم، همه چیز رو به هم داغونه. اونا تموم کردن. اون یارو سوسیس درازه بود، اونو بلندش کرده بودم دیگه تموم شد. نتیجه تقریبا. هیچی نتیجهش دیگه، آدمای گفت منطقی بودن، ازمون شکایت نکردن، ولی مشکلشون با شما هنوز هست دیگه. چه شد به من؟ تماشای فیلم و سریال های بروز ایرانی به همراه زیرنویس انگلیسی و عربی، پرداخت راحت و آسان از طریق مسترکارت و ویزا کارت. همین حالا وارد سایت تلویکا شوید و 7 روز تست کاملا رایگان دریافت کنید. تلویکا. اینجوری که شما دفتر دستکش رو ریختیم به هم دیگه، ببینین حالا چجوری تلافی کنه. من مطمئنم بلد کردی سگی که باشه. من خودم اینه کور پشتتم تو داره جون. از اولش هم من اشتباه کرد. دقیقا هرکی با ما دوست میشه سریع به این نتیجه میرسه که اشتباه کرده. نه منظورم ورود به بیزینس زلیه. بلکن بابا ستاره جون، گذشته ها گذشته، اسمش روشه دیگه. الان فقط باید به لحظه فکر کرد. همچنین یه نیم نگاهی هم به آینده داشت. ستاره خانم چجوری با این زلینا آشنا شدید؟ به تو چه مگه فضولی تو آخرشا دلش نخواد بگه اصلا؟ غلام ول بده، گفتم اگه ستاره خانم دلش خواست بگه. میگم خواست. آقا غلام من تنهایی بزرگ شدم، تنهایی رو پای خودم وایسادم. آقا غلام من همه چی رو تنهایی تحمل کردم. آخه ولی یه جای دیگه آدم باید پشت اشتباهاتش وایسه دیگه. منم طمع کردم با. اون از خدا بی خبری که منو این داغ تو باتلاق ذات منو میدونه. همون حنیف. حنیف بله. هر چی بیشتر دست و پا بزنی بیشتر میری تو باتلاق. دقیقاً. به نظر من باید برگردیم به همون بیزنس اول. بیزنس؟ چه بیزنسی؟ همون کاری که منو بیتی و فری و سیا و جیمی با هم می‌کردیم دیگه. بیتی کیه؟ نگفته به؟ نه بابا مثلا شما ستاره هستی؟ عموز من به شما میگه ستی؟ ما یه گولاخی داشتیم رفیقمون. آه راست میگه، یه مجید بیوتی بود تو محل بهش میگوتیم بیتی. مجید باشه که میشه مجی. نه اون یه بخشی آخه، مجید که فایده نداره کوتاش کنی. اون بیوتیفول بود، زیاد بود. بیوتیفول کردمش بیتی. بسه ستاره، ستاره میشه ستی. بد بده غلام، فهمید، قبول کرد. بیزنس رو به اما بیزنس ما کارمون چی بود؟ دبه کنا رو گیر مینداختیم. مثلا یه عده اولی بودن میادن از یه عده دومی پول قرض میگرفتن و پول اینا رو نمیدادن، به اصطلاح چیکار میکردن؟ دبه میکردن. اینجا بود که تخصص ما وارد عمل میشد. بعد تخصص شما چی بود؟ دبه کن گیر بنداز. یعنی چیکار میکردیم؟ خیلی مویرگی و رطوبتی، مثل همین کاری که الان میکنم، دیپ دایو میکنم. دیپ دایو میکردیم تو زندگی طرف و آتو میگرفتیم ازش. همون آتوها رو ایسکا میکردیم، طرف مجبور پولش بده. یعنی شرخری میکردین شما؟ دقیقاً. چیو دقیقاً؟ نه بابا شرخری چیه؟ نه دیگه، شرخری ببین در خوشبینانه ترین حالتش یه خونی ریخته میشه. آفرین. تخصص اینا بود خونی ریخته نمیشد، دستی میشکست، انگشتی. نه بابا نه. بدون خون و خون ریزی اینا بود. تا میمد حالیشون بشه کار تموم بود. من نمیدونم تخصص شما چیه، ولی فکر نمیکنم گره ای از کار من تخصص شما باز کنه. بکنم درست توضیح نداد، درست توضیح نمیدی، تخصص ما رو متوجه نمیشه. خاکی میکنه. توضیح دادی، من فقط یه ماله کشیدم. کی؟ بابا بازیم بل نمی کنیم. کی؟ خوش بریم.
بازی مدیکی زلتیه؟ زلی بح بابا این زلی زلمون جمع کن بیرا آقا هیچیم نخوردی بلم مونده باشه 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 جمع کن بریم کیفیتو جا نزدی باشه بریم بریم من اومدم زنده داشت ستاره خانم همین همچنان برم دیگه بله 300-400 میکنه همینجور مستقیم اوکی اوکی تو همین محلی لنه شما بله محله خوبی میگم ستاره کمربنده از یک روزی نیم زرده آقا گریه میکنه میگم ستاره خانم شما احیانا تنها زندگی میکنی؟ هم تنها هم نه آخ چه بد دردیه این تنهایی نه نه چرا دیگه؟ نه من خیلی هم دوستش دارم فکر نمی کنی که تنهایی زیاد با شما خوب نیست؟ حالا هم چی کار داری اینقدر تو حریم خصوصی خانوما دخالت میکنی؟ خانوما؟ حالا خانوم آقا شاید دوست داره نه؟ بله دیگه وقتی مجبور باشی دوستش داری دقیقا من اتفاقی نظرم همینه وقتی مامانم مرد آخی خدا رحمتش روشون شاد دیگه بابامم آخ آخ اونم به رحمت خدا رفت این هفتگان همه رو بیامرزه نه خیر زنده از ازدواج که پس بزن دست قشنگیرو به افتخار دو شاخه نبود مبارکی به مبارکی دیگه منم مجبور شدم تنها زندگی کنم رو پای خودم بایستم آخ باشد. من موندم اون بدهی و زلی و همین داستانایی که میبینی آخرشم مجبور شدم بیام توی این محله با چند تا دانشجو زندگی کنم همجو مستقیم بله؟ بله مستقیم همجو چپ راست چپ و راست چه مستقیم برو دیگه آقونا چپ راست داره از تا اینجا قلعا قلعا اگه میدونی دو تر بفهمیم بایستا بایستا سیر کردم چی شو سیرابکی سیرابکی کو اینو باید هم در خونه بایستاده خب بیرم بسنمه چی کار بکنی؟ بیرم چی کار بکنی؟ دندقه برو پایین حالا کجا بریم الان؟ هیچی دیگه من همینجا پیاده کنی خیلی هم ممنونم ازتون همینجا وسط خیابون؟ کجا میخوای بری؟ خونت هم که نمیتونی برگردی بریم سمت ما ما؟ حالا یک آتشی بگی بریم خونه حالا هم حواست نیست آقام من دیگه مزاحمتون نمیشم من رو دمی مسافر خونه پیاده کنی خیلی هم لطف کردی مرسی مسافر از خونه چیه؟ چی اوکی بابا اصلا تو قاموس ما نمی گنجه تو مرام ما نیست برو آقا جون برو خونه من خودم میدونم چیکار دارم میکنم خب نمیدونی داری چیکار میکنی من خواهی یه خبری بدی آه الان یه اسمس میدم اصلا به غلام حسن حال نشه غلام حسن آخه بچه تو میتونه موضوع به این مهمی میده چه جوری با آقا بگه غلام به من نگفته بودی نه فرصت نشده بود بگم برای سدی خانم بله من پسر کوچیک دارم دست بوسی شماست البته حالا توضیح کامل میدم برای نمیخواد توضیح بدی چند سالشه 9 سال نه بابا 10 سالشه ولی کپ خودشا سرتق پر رو با ادب خیلی شبیه منه خیلی بچه خوبی شما رو حتما قضیه بچه رو بهت میگفتی والا منظور بدی نداشتم من میگم اون بره به آتی بگه عاطف آقا ما آماده کنه عاطف کیه؟ لاش دکتر خاله من هستش دکتر خالش دکتر عمه من میشه دایی و چیز آره دایی آقام کلید کرده دست اینا رو بذاره تو دست هم که به هم برسن اینا وای چقدر بد میاد ازدواج کنی آقا خانم مبارکه میگه ما اصلا سیسی اون به هم نمیخوره ایشون خواهر بزرگ من هستن ما اصلا چیزی بینمون نیست آره آره البته اینو راست میگه شوهرش اصلا دوستمون بود حالا رحمتش کنه خدا رحمت ولی با غلام صمیمی تر بود اصلا آقام رو این حساب میگه غلام باید سرپناه اون باشه اینو بگیره میدونی چون صمیمی از کیف قاپای ماهر هم بود کیف قاپ نه بابا تو کار کیف و قاپ عکس و کفش و این چیزا و عکس اینا جا به جا میکرد که اصلا متاسفانه در یک تصادف به رحمت خدا فوت رفت برو نزن این اسم منو تو چهره نجیبی برو اون طرف چشپاک و دستکرد نه بابا دور از جونش مورس اصل نجیب بود این وای چیشین ترکی چیشو شما دست بزن خودم جمعش کنم یه چیزی بدی من جمعش کنم من خودم جمعش کنم شما دست بزن نه بابا عادت داریم بابا خدا بیامرز وقتی زنده ام بود همینجوری بیش فعال بود هی میجمید تو عکسش هم همینجوریه این یه چیزیش هست این دفعه چهارم تو این ماه داره میشکه حتما یادت کرده طاقت نمیاره قاب میزنه بیرون قضا بلا سوخت خاله الان ما زنده هست حالا هرچی ببخشید دیگه زحمتش افتاد گردن شما اینجا همه زحمتو گردن این دختر خاله زحمت غلام حسن از همه بدتر اوخه عزیزم ببخشید آتی جون اینجا منم شدم مهمون ناخونده نه عزیز من
این چه حرفیه؟ این آقا غلام و دایی انقدر گردن من حق دارم، من هر کاری براشون بکنم بازم کم کردم. نوکرتم. چطور خودم بفهم یه لقمه بدم؟ من نمیخوام. بفهمم. آتف جون یه لقمه. نوشه جان. نوشه. آقا نمیخورم. مل بده دیگه. آتف جان. شما اینجا وای فای داری؟ آره. امروز چه روزیه زوجه یا فرده؟ چطور؟ ببین آخه یه روز در میون اینا با هم جا به جا میکنن، یه روز غلام حسن یه روز کامران، یه روز غلام حسن یه روز کامران، روز به روز پسوردشو عوض میکنن. امروز روزه کیه؟ غلام حسن. غلام حسن؟ غلام حسن؟ بله بابا. بابا جان اونجا همزه پسوردتو بده خانم. بابا امروز روز منه، من پسوردمو به کسی نمیدم. جای مادرت مثل مادر میخوام. ستاره خانم اگه میخواید فردا نوبت منه، من بهتون میدم. میرسی عزیزم. نه بابا غلام حسن خودش میده. بیا بده بابا جان. چش بابا الان این همون رفتار غیر ارگانیکیه که بهت گفتم عزیزم. ماشاءالله ماشاءالله. بیا خاله باری کلا پسر گلم. آفرین آفرین. ستاره جون اگه اینستا داری پیج منم فالو کن، هر چی زنونه بخوای دارم، واسه دوستاتم هر چی بخوای خودم میدوزم. حتما. غلام حسن جان اینستای منو بزن واسه خاله ستاره. چش خاله چش. قربونت برم الا. دست در نکنه بسه. میمسته خاله خیلی ممنونم. وای آقا غلام نگاه کن چه دوست خوبی داره. آره با مشال اضافا خیلی کاریش درسته، هر کاری دوخت و دوزدشی بده برات انجام میده. من حتما به دوستان معرفیش میکنم. منم این ایستا دارم ها، منتها زیاد توش نمیچرخم، نه اینکه تو کار مربیگری نه وقت نمیکنم، ولی اگه خودتون دوستاتون خواستین فالو کنین بزنین موری منها اندرلاین بولد اندرلاین پانتر مستر پانتر. ایشونی دوست شما تر بشه کسی فالو کنین، اون منم نه جنابالی. شما اگه خواستی فالو کنی منم دوست داری فالو کنن بزن غلام حسین کوسه بندر آفیکای آفیشال اینو فالو کن. من نمیتونم آقا غلام شما رو فالو کنم ببخشید، چون پیجم خصوصیه، فقط دوستای نزدیکم رو فالو میکنم. تازه دوستای نزدیک خانومتون درسته؟ فهمیدی؟ دوستای نزدیکش اونم تازه خانوم در دو گزینه ردی تو در زم جایی هم خودت به مهمون آوردی. ستاره خانم باشه تو من رفتم. سلامت. لقمه رو پای نیفته باید قلم میشه. وایسه منم اومدم. ستاره جون پس خودت پذیری کن، منم یه سر برم به دایی بزنم. یه تخمه که نمونده نون پنیری چیزی بزن، من اومدم زود میام. مرتضی مولی مولی میشه خواهش کنم تو به دایی بگی؟ آقا من گردن نمیگیرم. آقا من تا ندونم کیو باید نجات بدم من دست به این دسته نمیزنم. بیا سرهنگ جون من زیر آتیش سنگینم. من صد بار بهت گفتم آقا یه بازی تازه میخوای سفارش بدی؟ خب قبلش رو من چک کن، من بدونم فلسفش چیه، منطقش چیه، کی به کیه. آقا فیفا رو که پی پی میبری فلسفه نداره. اون اینو خدات بار خودتو کشتوندی، این فلسفه داره ها. سلام دیجو. سلام بابایی. بابایی بیا این دسته سرنگو بردار. بودو بودو دسته سرنگو. بیا بیا بلند شو تو، بلند شو برو اونجا. بیا بیچی کم دایی قربونت بشم. خیلی نوشه دایی جان قربونت. دایی میدونی که خیلی دوستت داره. نه نه نمیتو دلم برای یه زده شد نهیده. قربونه شکل دایی جون. یه عرضی داشتم خدمتت. امر. میخواستم عرض کنم خدمتت که چی بابا یکی از دوستاشو برداشته برده دایی تو بگو دیگه. دوست من جا نداشت بیچاره، این بخت برگشته خود مشکل پیدا کرده، گفتم بیا شب اینجا بمونه اگه اجازه بفرمایید. دایی جان نه اصلا اشکالی نداره، قربونت برم. قدمش رو تخم چشم ما فدا چم دایی. نوشرت در خونه نوزرا به روی همه بی جا و جو آواز قربون اون مرامید برم که این خودم ای دایی. این در تا تعواز بمون و شما هم پایی حرفت باستی دایی و عشق رو سرخن جونم سرخن یه نوزره و مهمون نوازش. آره این که ببین یه نوزره و مهمون نوازش. ببین که همون شو. آره دیگه. خب چیه مخوای چیزی قاطیش کنم؟ آخه 60 سال من و تو رفیقی، من همین یه دونه حسن دارم. نه چون محتوای بحث بر مهمان نوازی بود بنده اینو عرض کردم. درست میگی درست میگی سرهنگم درست میگی. ببین دایی جان جون دایی به این دوستت بگو غریبی نکنه بیاد. نه غریبی نمیکنی دایی، اصلا این ور نمیاد. آره اون ور. اون ور کجاست؟ خونه آتینا.
اصلا خاک بر سر بی غیرتتون کنم. تو دوست تو آوردی بردی ولی دخترخاله مجرده ای بی سفر سرنگ جونم سرنگ اون سرپو رو بیار میخوام مخ اینا رو داغون کنم. ندایی اصلا موضوع چیزا نیست، توی تفاهم شده سرنگ حوایش میکنه سرنگ بابا تبلی مهمونش دختره. دختره بدتر دختره معقولم آوردی جوابگو شدی. دایی جونم کمک لازم داشت، منم کمکش کردم، خواستم تو خیابون نمونه. دایی جان من اگه تو براتی کمک کنی به دایید کمک کن. من که نوکرتم دایی جان، شما لب در پرمون اون مرامت برم که این نوکرتم سب کن. آه بابا بیا ای بول آوردی حل شدی، اولش قاطی میکنه ولی بعد برده دسته رو. مطمئنی؟ حل دیگه آقا بازی کنی هیچ شب داره پاچه میرم نازر من که شب میرم خونه نخه بگیر هیچ دقیق نداره به خونه اون پاره اون پاره بیرون من نونه چه ما باید مواطب این دوتا باشیم تا دست از پا خطا نکنم. رو دایی چی دیدی اما که اینجوری فکر میکنی؟ ما کدوم بی ناموسی کردیم؟ کدوم بی غیرت بازی داره بردیم؟ همینه که گفتم. بچه بچه بریم که مرکی زرتی از خونه زد بیرون. را بینداز ماشین. خب بپا گمش نکنیم بریم از این مرکی زرتی میتونیم یا آتو در بیاریم یا نه. غلام زلی حالا هر خری زرتی بینزش هم بینزه. ولی من خودم عاشق این پرچا ماشین پرچایی پامیناریا هست. آها پانورانیمیا پامیناریا. نوزر باشو برای تعریف کنم دیشب تو صحنه چی کار کردم. لنز رو ترکوندم با اجازت. نوزر زنده ای؟ نوزر ای بابا ترسیدم فکرم مردی. سرهنگ من چه میدونم؟ یعنی پستشو ترک کرده. چی داری میگی؟ چرا داری هزیون میگی؟ بعد الان میبینی هیشکی که نیستش. اینا حتما به من قرص خواب آور دادن، منو خواب کردن، بعد رفتن خونه عاطفه. الان بهشون حالی میکنم. پاشو بری تو خونه منو فسق و فجور. پاشو بری بی خود کردن. بولو بینم الان بهشون میگم. برو گمش نکنی. خیلی خب آقا حواس همه هست. الان رو نقشه تهران نگاه میکردیم زیر پونه زیما. شل کن چشم آقا اوکی نبینه تمام میدم جلو میگی میبینه کم میکنم میگی الان گمش میکنی. این افتاد جلو بود. برو تون کن تون داریم میبینیم اشه. الان تون کن از این جلو بزن. آقا گمش نکنی. دارم میرم غلام میخوا بزنم به پرایده. نه اینو رد میکردی بهتر بود، میافتادیم پشتش. البته میبینه تمام. نه همینجی بهتر همینجی بهتر. خودت با خودت نمیدونی بابا. باشه دیدم حالا من بپیچم نپیچم تون بدم کم بدم زود بدم چیکار کنم؟ بپیچ بین مریض برو، نه تنده تو نه شله شله. برو دیگه برو. آی بابا اینه کجا؟ آقا نه اینو ما بابا برو آقا اون بر بگید اون بر رد برو آقا برو بیرم بلا محباش منو پرد نکنه. برو دیگه بپیچ این بره دارم بلا میپیچم دیبونم داری میکنی بلا دیگه کوپ هست کجا نه؟ بفرما گمش کردی اسکار. نمیدونم گمش کردی توی. میگم برو دیگه گذاشه بگی بفرما. آقا رفتم دیگه همون چون که هدایت کردی رفتم بگی. شل کن سپ کن شل کن سپ کن. آقا بفرما. یاد بچو همینی میخواستی؟ آقای قلافان شما هران چه که گفتی شل کن سپ کن من کردم. من دیگه با همسال تو کار نمی کنم. من باید دارم یکی همسایت خودم هم فکر خودم هم اندازه خودم پیدا کنم. آقا آقا میدونم تو همین بازیاری داری در میاری دپ بکنی سهم منو ندی گلا بدون سهم همین سهمی که دنبالشیم سهم نکن بابا دختره بدهکاره به زلی بدهکاره پولی نداره بهمون بده به هر حال آقا 50-50 مال منه گفته باشم ماشین داغون شد کمک هم کنه پیدا کنه مغزش اما بیشتر فکر کنه حداقل از مدوتا بهتر فکر کنه. آره آه اوشتری کالسیا جوابم نمیده. زنگ میخوره جواب نمیده.
Hey Siri. Call Sia. Calling Sia. Sam Sia. Mobile. شماره که مورد نظر اشغاله. ای بابا. چی شد بازم جواب نداد؟ دفعه اول گرفتم جواب نداد. الان هرچی میگیرم اشغاله. بلاکت کرده. سگی که باشه بخواد بلاک کنه ما رو. حالا کرده دیگه. جواب نمیده. الان پلن بعدی چیه؟ پلن بعدی نداره. پلنم سیاه بود دیگه. رفت تو دیوار آقا. همیشه این مواقع یا جیمی کمک میکرد یا بیتی کمک میکرد که اون دوتا هم در دسترس نیستن. رو مغز معیوب تو هم که نمیتونم حساب کنم که. الان فقط دور کنیم بچرخیم باز خودمون. تراب تراب. اوی سیری کال تراب. تراب. کالینگ تراب موبایل. کی هست؟ همه فن حریف. همه چی تو مشتشه رفیق شیشمه. نه بابا. آره. آقا یعنی حتی سیاه؟ آره بابا سیاه هر کاری داشت اول به این میگفت. هر چی میخواستیم به این زنگ میزد. شماره که مورد نظر اشغاله. تراب هم خورد تو دیوار. اسکل چرا باید بره تو دیوار؟ من نمیفهمم. آقا من میگم اصلا چرا داری شلوغش میکنی؟ تیممون تکمیله دیگه آقا. اگه مشکل لیدریه. دیلر. نه نه رئیسو میگم لیدر. همون دیلر. آقا لیدر ها بابا دیلر من انگلیسی بلدم یا تو من خارج از کشور بودم یا تو من شینگل پاریس بودم یا تو من خب آقا خون دماغ میشه یا بلش که همون لیدر میگم آقا اسمس بده اسمس بدی اونو نمیتونم بپیچونم خودم داشتم همین کاری میکردم چه نکردی پتا جواب داد میگه چی کار داری یعنی چی کار داری معلومه چی کار داری آقا خب بگو یه کار واجب دارم میگه لوکیشن بفرست آقا بگو این سوسول بازی ها چیه راضی به زحمتت نیستیم تو آدرس رو بده میریم خراب میشیم رو سرش حالا اومدیم آدرسش دورگوزداباد بود تو اونجا باید بریم این همه ماشین بنزین میخوره ماشین دایی ها دمت گم حواست کجاست خلاما همینجا بگی بقیل یه لوکیشن واسش بفرستیم اوکی بله بهترین نکته این سرقت ارزش بی قیمت این صندوقچه دوره هخامنشیان بوده که 4 لوح زرین و کم نظیر رو در خودش جای داده و جالبتر این که بعد از این همه سال که از سرقت این اثر تاریخی میگذره هنوز هیچ رد و اثری ازش در دست نیست برای چند چون این ماجرا اومدیم جایی که سلام آقا این صندوقچه ارزش من به سرقت رفته باید دیشب تا حالا 100 دفعه دیدم چی نام از سبونه ازش خواب به چشم میاد اطلاعات بیشتری ازش به دست نمی بودی؟ کارایی کردم وای خیلی هیجان انگیزه کنید این پیدا بشه قیمت نداری میدونی یعنی چی؟ این همه سال خودشو گم و گور کرده که قیمت نداشته باشه دیگه نه بابا چشم برسا داری میگی خوشمال پرسا جو کردم هیچی ازش خبر نداری نه تو موزه‌ای بوده نه دست کلکسیونری کلن هیچی ازش خبر نداره آقا به نظرم باید بریم سراغ اون مالخرایی که اون موقع تو تهران فعال بودن کسی از تو نظر خواست؟ نه کسی از تو نظر خواست؟ از خودم داره به خودم تحویل میده آقا شما چیزی نگفتی در این مورد؟ عقل کل یه همچین مالی تو دست مالخرای تهران این دست اون دست بشه یعنی صداش در نمیاد دوستان عجیب غریب تر از این حرف بود آقا سوزو فرش روست از اون که دوست داری دمه امره نیست ورزش کردی؟ ورزش؟ من فقط میام اینجا که به محصول دروغ نگفته باشم الحق رو و الانصافه این کنونی ها به تیاییش رفته آفرین صد باری کلا آقا نوزر اگر نظرم راجع به این غلام سیریش کلن عوض شده جون تو غلامت هم غلام آخه جان البته حقیقتش اینه که من انقدر از آدم ها بدی دیدم شنیدن این همه مهر و محبت از طرف شما واقعا برای من مثل خواب و رویاست خیلی ممنون حواستون باشه ماشینا توی باغچه نرنده ای عصبانی میشه عاطفی جان جان این حرف چی که میزنی ها تا حالا کسی دیده که من عصبانی بشم ها بچه ها جونم اصلا بازی کنی بازی کنی ببینم چرا با پلی استیشن من بازی نمی کنی راست میگی دایی؟ بله کامران جونم بله راست از اکی میگم برو بازی کن بریم خاله آتی بابا چه از سوال میپرسین ده بریم بازی کنین دیگه بودو بریم چایی تو سرد نشه خیلی ممنون مرسی بزنم به تخت چشمای من اصلا شور نیست چه خانواده با محبت و با صفا و گرمی دارین شما لطف دارین شما راستی آبجی اسم این یارو طلبکاری چی بود؟ ولی آره همون اگه یه موقع این غلامینا حریفش نشدن یواشکی به خودم بگو این بچه های سنف رو بفرستم سراغش سنف؟
آره صنف سیاهی لشکران رو میگه. نه بابا سیاهی لشکر چیه؟ بازیگرا و بدلکارا رو میفرستن. میدونی این هاشم آقا از بازیگرا و پیشکسوتای قدیم قدیمیه. آره یعنی اون زمانایی که من مثلا گریم داشتم میکرد. ببینم شما میدونی که من گریموره مخصوصه. من دیشب همه رو واسه ستاره جون تعریف کردم. بله آتی جون برای من گفتن. مخرج کلوم این که ببینین من میخواستم دختر بگم این خونه خونه خودته. این آتفه رو میبینی این چند ساله با پسرش آقا اینجا نشستن مدیون منی مدیون منی. اگه فکر کنی قرونی بابت اجاره ازش گرفتم. قلومی آقا هر وقت بیاد اینجا تلپ میشه. همین هاشم این هاشم اینجا همیشه آویزونه سرهنگ همه میدونی منظور من این بودش که این دخترم اینجا غریبی نکنه. من یه وقت اینجا مزاحم شما نباشم؟ نه دو دو سه دو آقا جب دو سه دو دیگه آقا ما شب سه دو چار دو آله این بیا بایدی نخوز آقا این بیا بایدی بیا بیا یه باشی یه باشی چون قدی نه باشی جان باش خلام همه با همین؟ آره همه با همین. غلام با تو کار دارم. غلام تویی؟ من غلام حسینم. خودشونم. بیا پایین. 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 هشت کدومین پیچش بود که پیچش بود کجا بفرمی منو کجا بود آقا از کراب از کجا در بردی من موندم غلام الان وقت کراب بود اسکول اصلا از این عدرت پارو نداشت ماشین چیزیش نشده باشه شانس بیاری آی کراب ساکت با یواشتر پیاده چین با هم بریم ماسکشونو بردار این کیه دیگه شبیه کلا قرمزی شدش بردار غلام کرابینه نه بابا نسلت این قیافه ای نبود با این صدای بروجکی حق غلام تویی آقا بله. غلام جناب علی حالا آشنا میشیم عجله نکن کارتو بگو آقای آینی ماینی ما کار از اون با ترابه نه با جناب علی تراب مراب نکن اینجا واسه من بینه این بابا همه کاره اینجا منم اون ترابی که شما میشتاختی دیگه وجود خارجی نره یه فکر این شنگرمی دیده شاگرده میکرد پیک موتورین بود دور ورش داشت فکر گنده شده بزرگ شده زیر رو کشید آها. کسی هم که اینجا زیر رو بکشه یه اتفاقی واسش میافته چی میشه؟ رتته رتته آرته رتته فدا جان دیگه پس نفع زحمت کنین تو راب نیم کجا میرین تشریف داشته باشین بیاین با هاتون کار دارم آدم چیکار داره بیاین چیکار داره سلام اینجا ای؟ چی شده باشم؟ من ورزش بودم و عرق کردم بدم دوش بگیرم موچ موچ؟ موچی؟ من موچ ندارم بابا بیا موچ ببر ببر خب این تر من ورزش میکنم هر روز معلوم میشه انگوش بچه ببر بابا این هر روز که کوچیک نمیشه ظاهران صدامون سام چه شده امکان نداره صدامون چه شده باشه صدامون که چیزی نیست عزیز من صدامون من نفس بکشم میاد بالا میره پایین من دارم ورزش میکنم تو امروز وزنه زدی وزنه زدی شرط میبندم امروز دو دقیقه هم نرفتی رو تردمیل خیلی خب من چاقم درست الان میگی چی کار به قول تمرکز باشه عزیزم من به قولم عمل میکنم از شنبه بیشه از کی شنبه بله بیشه امروز تازه یک شنبه است بابا چقدر سخت میگیری چشمم بزنی درد رو از این شنبه ها اومده و رفته آره میاد و میره فقط این چربی توه که میاد و نمیره از این به بعد تمام زندگی صرف این که با تو ورزش کنم با برنامه تو غذا بخورم از کی از شنبه چرا از شنبه همین الان نه الان که من تازه هر ورزش میکنم فشار به بدنم بیاد میسوزم نه ترس میسوزم ها نه ترس بسوزم دیگه لاغر نه ترس الان خوش بس اینه ببر واسه اتمال بره بودو کاسبی که پشتش دندون باشه ضرر توش دید
گوسفند تنها چیزی که وقتی گرون شد دیگه هیچ وقت ارزون نمیشه. مردم که نمیتونن گوش نخورن. میتونن؟ بله میتونن. باز همین گیاهارا. ها راست میگه. بهش میگم وجتبلیام واگن. میذاریم ما زرمونو بزنیم یا نه؟ آره بزن. شاید. چون سوال کردی ما گفتیم. همه چی توی این دنیا نوسان داره. همه چی. ارز، دلار، سکه، طلا، زمین، برق، باتری، چه میدونم سهام، همه چی نوسان داره الا همین گوسفند. بله دیگه. تقاضا که زیاد شد، صادر میکنید، دلار میگیرید. من فقط نفهمیدم. ما رو برداشتین آوردی اینجا که چی؟ مزنده گوشت به ما بگی. راست میگه دیگه، تو این گرما تو این شرجی ما رو برداشتین آوردی اینجا تزیین طویلت لو بده. دقیقاً. بز و میش و گوسفند لازمه یه کاره. اینا پوششه، پوشش امنیتی. من که نمیتونم آدرس اینجا رو به هر نرقمری بدم پوشش بیاد اینجا که. بله نشه. مهم اینه که زیر این پوشش امنیتی از شیر مرغ تا جون آدمیزاد تو دست بالا داشت هست. اوکی. گوسفند رد گم کنی. گم کنیه. ولی تو رو گوشت رسی رتت میگی نه در حد رتت در حتی هوتوتو هوتوتو؟ آره بابا زیر رو کشید مال دوزی خرید فروش کرد ما هم فرش داریم رفت. حالا ما چه غلطی بکنی؟ قولم چه حرفیه داری میزنی؟ بابا یارو خودش همه کاره است اصلا. گل وقتی میخواد چشمک بزنی لاقل با اون یکی بزن. من این طرفم دارم میبینم. نه نه جان قلم نه این خال دستی چشم این چه اپوت کنینو؟ منظورم اینه که بابا همه کاره خودتی رئیس اون شاگردی بیش نبوده. این رفیقت حق میگه. مرتضی خرد پیر هستم. مهم نیست. عضو سابقتون ملی. اونم مهم نیست. به صدایی منو. اینم مهم نیست. مهم اینه که جای درستی اومدی. هر کاری که بخواید داشت واسه انجام میده. ای والله. هر کاری. هر کاری. آمار یکم میخوای واسه اون در میاری؟ آمارم در میاری. ای والله. مزینش واسه ما چه؟ واسه شما آمار فریه. ای ولی آدم، کار یدی، ابزار، وسایل بر اساس ارزش نرخ دلار بالا پایین میشه. همون نفسانه که بهتون گفتم. به مرد مادرم آدم میخواد خلافکارم بشه مثل این. حلال حرام سرشه. پدر مادر داره. ما یدی مدی و لوازم اینا لازم نیست. آمار فقط میخوایم. نه، آمار فری بازی میخوایم. حالا آمار کیو میخوایم؟ سیا. سیا. همین سیا خودتون؟ آره. اسکلی. واسه چی؟ چرا خود بهش زنگ نزدی؟ اسکلی؟ چی؟ و اگه میگرفتمش جواب میداد که سراغ ترابو نمیگرفتم که برسم به تو. بلک کرده ما رو. این که بیمعرفت شما رو هم پیچونده؟ بله. من گفتم سرش توی آخری بنده. کدوم آخور؟ بگو بریم این اوقاب بری دوست داری. بابا یه خانوم هست. یه خانوم دکتر هست. خودش میگه خانوم دکتر دروغ و راستشو دیگه من نمیدونم. میگه وضع جیبش هم خوبه. ولی خب شما نگران نباشید. هفته نیست که به من زنگ نزن و یه خورده فرمایشی نداشته باشه. همین که به هم زنگ زد یه چی ازم خواست آدرس داد خبرتو میکنم بریز این سرش. اوکی خانون دکتر. ایه سیاوش کارشو بلده اصولم. آبه خوشم میاد از آدمای کار بلد. تو 4 روز دیگه با چینیا قرار بذار. نمیخوام اینا قبلش ببینن چینیا رو بردی سر زمین. برو قرار دفتر خونه تو هندل کن. فقط الباقی 20% هم مثل همیشه اتریوم یا بیت کوین میگیرم قبل از امضای سند. 1 2 3 4 1 2. تو چرا وایستادی؟ خسته شدم عزیزم. میشه خسته شدم؟ اگه من برزش رو بدم این میسوزا. نه نه خسته میسوزا. برو 1 2 3 4 1 2. این اون برو. این اون دارم میرم. باید یه ساعت کار انجام بدی. من سرجم تو جفت عروسی هم 5 دقیقه هم میرن اکسیدم. یه ساعت چه خبره؟ عزیزم این خجالت میکشید اینجا منم و تو. برو 1 2 3 4. برات 4 تا میله با 2 تا گروتنی درست میکنم. بیه مایی تو میارم پایین. نمیمیری 1 2. مثل بیه پایین بالا پایین بالا. اینجوری نمی کنه مثل این. خب آسه من مثل اینم دیگه. ببین پری بپر 3 2 1 2. پایین میشه نمیتونه. چقدر زنگ زدی؟ چی کار داری؟ سلام عزیزم، باشگاه بودم. با خسته نباشی. الان زنگ زدی به من بگی باشگاه بودم. چیزی پیدا کردی؟ زنگ زدم صدا تو بشنم آقا عزیزم. چون من صدای منه بیشنمی خوشحال نمیشی. من خوشحالتر میشم اگه کارتو درست انجام بدی. خب؟ کارم هم دارم درست انجام میدم دیگه. باید بری دنبال یه چیزی بفهمم دنبال چیه یا نه. س
سوسوده منتظر شکاره. زود لو میده دنبالی چیه. من همچون پلنگی در شکارگاه منتظرم ببینم شکارش چیه عزیزم. آقای پلنگ دفعه آخری باشه به من میگه عزیزم ها. آخرین نفری که من گفت عزیزم الان با یکی دیگه هست. اون سوسوده لیاقت تو رو نداشت. اون لیاقت هیچی رو نداشت. هیچ کدومتون لیاقت نداریم. بفرما ببین چی واسد آوردم. دمت گرم نوش جونه. نرسونده بودی من از گوشنگی تلف شده بودم. میخوای کارتو باری کنی؟ با بیخیال نوشابه بزن. باشه درم اگه گوشه دراز شه زن دوم بگیری رژیم که سهله. به هر ساز و ریتمی باید برخصی. خدا به ساعتم. یه نوشه رو بخور بر پایی مارم اقا کلم خورم نوشه جونه خوب بگو ستاری رو پیدا کردم. اگه میخوای شهرم رو ببینی باید به اون بگی. بنام قوازم شده برای دیدنش واسطه میخوام. بچه ها بزرگ میشن دیگه. وایسا وایسا شمارش رو بهت بدم. خودت نداری نهیدی به ستاری؟ میدونی که چه اخلاق گوهی داره. خودت بهش بگی بهتره. بهش هم میدارم. تو فقط دعا کن بشه. آخ که اگه بشه چه دوغی میشه. دوغ دوست دارم. نخور بیا آقا نخور. خانومته داره نگات میکنه. بگی چی شد رفت خوشبانگی؟ آره فهمی؟ فکر کنم با خاک بر سرت. یه کار درست درمون نمیدونی انجام بدی. به من چه؟ سلام با اجازه. ماشیناتو تحویل گرفتی؟ والا این برای بچه های شما که یه تخفیف کوچیکم به ما نمیدن. ناسلامتی من تو سال دارم چند تا ماشین از شرکت شما میخرم. بوتیک که نیست چهار تا پیرن برداری یکیش مفتر بیه. باید هم میدونی تو این جزیره نه کسی زورش میرسه نه جربوزش رو داره که همچین ماشین های تکی رو وارد کنه. درسته ولی بی تخفیف هم که نمیشه. تخفیف میخوای برو چهار تا خیابون پایین تر پیش سالاری. چهار تا موستنگ بهت میده یه شولت هم اشانتیون روش میده. اونی که همه جزیره میدونم. خب اگه تو هم مثل همه جزیره میدونی که دیگه حرفی توش نیست. اگرم گرسنه غذا میل داری که این نیست خالیه. تو این سفارش بدی استیکاش عالیه. نه ممنونم فعلا با اجازه. به سلامت. خوشگل یه جوری این دست اندازه رو پریدی همه میوه ریخته کف ماشین. عالم جواب آقامو باید خود بدی ها. خودم دستشو ماش میکنم یادش میاد. بفرمی خانم. ممنون متشکرم. ماشین در اختیار دارین دیگه. من هستش ممنونم هست متشکرم. خانم سیما خانم کول از قول من مانی رو سلام مفصل برسونین یه ماچه آب دارم بکنین. دست بوستتونه متشکرم. خدا نگهدارتون به سلامت خیر پیش. شما کی اومدی؟ سلام دایی جون. سلام. ما بودیم. تو چرا داری چپ چپ نگاه میکنی؟ ببخشی نمیدونستم باید چشام ببندم کورمال بیام. کی بود؟ مادر مشتریم بوده. آهان. اومده بود به هم بگه که پسرش دچار بحران روحی شده. آخه. میترسه رد کنه بعد پشیمون بشه که چرا تتو زده. خود تتو نزن که پشیمون نشه. بعد پدر من چرا اینا رو تلفنی بهت نگفت؟ دایی شیر که پیر شد شغل بهش هر هر میخنده. این آخر آقابت بلام من شغل نه بابا این ولف دایی. شما هم که ماشاله شیری و ماشاله ایزایی بود دلتان جوونه. دایی خارزاده این که همین دنگه آقای دنگه میدی زیر سر تو همشا درسته من شهده خورسته. دایی جون من این دختر ستاره رو دیدم. خب چیش دختریست با ادب با فرهنگ. یعنی به طور کلی دختریست فرهنگی سیاسی اجتماعی اقتصادی فرهنگی هنری ورزشی همه چیه. خودش راضی بودی ازش. اما به چشم خواهری تا ببین فقط عاطفه
قربونت برم. فقط عاطفه. ماشاءالله سلیقت واسه خودت خوبه. ما که رسید فقط عاطفه. بونم اومد بزنه چی؟ همینه که گفتم. آقا جون موضوع رو عوض نکن. جواب منو بده. آقا چرا اینا رو تلفنی بهت نگفت؟ من چه میدونم؟ بعدم آقا جون این خانوم سیستش به شما نمیخوره، تایپش نمیخوره. بکن آقا. به روزترین سریال ها و فیلم های سینمایی ایران با تلویکا. televika.com بیا سفری خانم چطوری؟ خوبی آقا غلام، خسته نباشی. غلام جان چرا اینقدر میوه خریدی؟ من فقط همین خیارا رو میخوام برای سالاد. خیلی خوب، حالا میوه رو میخوری دیگه، بچه‌ها اصلا میخورن. میوه رو زمین نمیمونه، خیار تر. حالا سفره، چی داره زنگ میخوره؟ اومده. گل بچی زنگ میزنی؟ با شما کار دارن تلفن میزنی. کی هست این رو؟ تو چی کار داری؟ نه نگرانی شما میگم آتی جون چیزی شده این حالش بده؟ دمقه چرا؟ هیچی بابا، این اینجا معذبه. زور میخواست بره، من به زور جلوشو گرفتم. نه بابا چیزی بهش نگفتی که. من اینجوری هم نگفتم شد تیکه انداختی بهش بود. من؟ نه همینجوری تو دایی به آخوان این میواره برده ببر بده به دایی خراب میشن. باشه میبرم. بعد خیلی خوب الان میبرم، میخوام تو کارش دارم. آخه وایس نمیاد یک کلمه باهاش صحبت کنم. این با تو راحت نیست، جلوی شما راحت نیست. مامای خود اساس راحتی میکنه ببینم دردش چیه. گفتم که به زمون مسی گرفتاره بابا، مال باخته است، همه جنساش ریخته بودن کف آب. من رفتم گشتم هیچ چی پیدا نکردم. بابا اینا مش خود مش چیز نمیزنه. آفرین غلام حسن، باری کلا. اوه اومد استاد جان. میگم آقا غلام حسن خیلی باهوشه ها. آره ماشاءالله ایزاپا بچه خودمه دیگه، به باباش رفته. البته فکر کنم به مامانش هم رفته. زیباییش به مادرش رفته، هوش و ذکاوتش به باباش. حالا بگذریم از این صفات، چیزی شده؟ نه. کسی حرفی بهت زده؟ نه هیچی. دایی؟ نه بابا خیلی مهربونه، دیشب خیلی به من لطف کرد. ناراحت دیدم هستی؟ نه سر زلی ناراحتم، مأمور فرستادم به خونه. ای بی شرف. آره دوستم بهم گفت لباسم آورده بود. آقا اینو موقع شکار. آقا من فکر نکنم اینجوری مسئله من حل شه. باید میشه همون اول من یه چکش غلامیش میکردم، آدرس خونه‌ش هم یادش میرفت. این کارا رو بکنی مشکل من حل نمیشه. آه درسته، گفتی نه به خوشونت. چشم. ما الان همونجوری به شناساییش ادامه میدیم. خیلی مویرگی و رطوبتی داریم شناساییش میکنیم. نه به خوشونت. قول دادی ها. قول دادم. فقط یه مسئله دیگه هم هست. من و شما به هر حال من و شما تو این مدت